Τώρα σε βαλάνω Μωσέ Μωροσά Τεϊλάτ Ιακώβ Μπεσιμανά Ταβά Μασέχατ Κεντουσίν Πάχσε διάρας Γεμαρόρ Μαχαμδικές Σουρούμ Κονίμ Βαμουθμαϊνάν Χαμήν Χα قطر قطره جمع گردد وانگهی دریا شود همه اینها یک زخوتی میشن وکلایی که در شامعیم هر حرف تورا برای ما دفاع بکنه چرا که هر کلامی که انسان چه تفیلا و چه تورا از دهانش خارج میکنه داره به اونها حیات میده داره این کلمات رو میآفرینه و با هر آفرینش کلمات تورا و تفیلا برای خودش انسان تو شامای ملاخیم و یک سری مدافعین محافظین و وکلایی رو پدید میاره پس متاسفانه اگر بعض مقادم ازش یک حرفای اشتباهی از دهانش خارج میشه در این مقدار افرادی بر ضد خودش علیه خودش قدرت های در شامای پدید میاره اما کسی که کلام درست، پاک، مقدس، تورا، میسوت، معصیم توویم از دهانش خارج میشه در واقع داره برای خودش هوادارانی، هواخواهانی، دوستدارانی در قصر پادشاه پدید میاد دقیقا مانند ماجرای پوریم هم ما احتیاج به یک شخصیتی، رهبری، قدرتی به نام مردخای داریم خارج از قصر بین مردم و هم احتیاج به یک شخصیتی نفوذی قدرتی درون قصر به نام استر در کنار پادشاه داریم که این دوتا باید توامن با همدیگه همکاری داشته باشن موقعی که مردخای میفهمه که یک نقشه‌ای در بر علیه قوم اسرائیل در پیشه به استر اطلاع میده استر به فکر چاره میاد موقع است که به مردخای مجددن حکم میکنه دستور میده که تانید بگیرن و سعی خودشونو بکنن اما خود استر نشاما نیز از درون داره کار خودشو میکنه نزدیکترین فاصله رو داره بین خودش و پادشاه پدید میاره اما هنوز مردخای باید بیرون قصر با مردم پلاس پوش با تفیلا با تنید با عشق هنوز تشووا سعی خودشونو بکنن نشما داره کار خودشو میکنه استر که از هستر میاد از پنهان میاد همینطورم موقعی هم که جون خود پادشاه رو مردخای در خطر میبینه باز میاد به استرت میگه میگه ببین دو تا از این سربازان یا گارد قصر فکر حمله بر ضد پادشاه رو دارن هنوزم باید یک واسطه‌ای باشه بین پادشاه و مردخای که اون استره مردخای خودش نمیتونه مستقیما بله بعد از این که دیگه استر تونست کار خودشو بکنه و هامان رو از سر راه برداره بله مردخای میشه میشنه لملخ میشه دیگه وزیر دست راست پادشاه اون موقع است که بله مردخای هم نزدیکیشو به پادشاه به ملخ ملخم ملاخیم پادشاه پادشاهان خداوند میتونه کسب کنه اما هنوز احتیاج به استر داریم ما که نزدیکی مردخای گوف جسم رو به پادشاه بیشتر رو کنیم پس با هر کلام تورایی که ما میخونیم اینها میشن سربازان ما میشن مدافعین ما در قصر پادشاه ما خودمون بیرون در علام حضرت در این دنیای خاکی که از صبح که بلند میشیم تا شب که میخوابیم با مادیات و با امورات علام حضرت سر کار داریم ولی خب میتونم نمایندگانی
تو دنیای باقی علام حائمت در قصر پادشاه داشته باشن؟ بله، با میسواد و معظیم توبین، با لیموت تورا، با وقت تورا. و باروخ هشم که مخصوصا اگه این کلاس هایی که ما داریم در یک وقت دیگه روز بود، هنوز به این ارزشی که در صبحگاهان قبل از تفیلا ما دور هم جمع میشیم از دور و نزدیک و این کلاس ها رو داریم، به این ارزش نبود. چرا که به یشکم ابرام و بوکر، تورایی که آدم در سحرخیزی میخونه قبل از تفیلا که روزش رو با تورا شروع میکنه، خیلی تأثیرش بیشتر از تورایی که وسط روز میخونه. و باروخ هشم که این زخوت رو داشتیم، داریم، امید که ادامه دار داشته باشیم که همچنان روزمون رو با تورا شروع بکنیم و هر کلامی که از دهانمون تورا رو بیرون میاریم، جزو مدافعینمون، ملیسیوشر، واسطهی، خوشگو، سنگور، مدافع در شامعین قرار بگیره که به سرات و ود خبرهای خوب همیشه از هم داشته باشیم و رفع گزروت و احکام مانند پوریم پیشا پیش نیمده، نفهمیده، نشنیده برطرف بشن برن و ما همچنان آسوده، آروم، مقدس، پاک به عبادت هشم، به زندگیمون و تربیت فرزندان به خوبی ادامه بدیم. دبر تورا رو امروز به عزت هشم، مخصوصا که گماراس، مخصوصا که تورا شبلپس، برای میشنا که اونم برای نشاماست که میشنا میشه اوتیوت نشاما، به عزت هشم وقت میکنیم. لیلون نشمت تمام رفتگان از جمله مهین، بعد مهدی به آهو، روح هشم تنحنا به گندن، روح شاد که با تفیلهاشون همچنان دلسوزانه برای خانواده و بازماندگان بتونن به سرود توبوت خبرهای شادی، سلامتی، موفقیت، طول عمر رو برای اونها از جانب خداوند کسب کنن. www.torahelp.com برای هر نوع سپورت و حمایت از کلاس‌های تلویزیونی، تلفنی و رادیویی که داریم، میتونید به لینک torahelp.com رجوع بکنید و مطمئناً همه اینا به خوبی برای همه من زخوت میشه جاودانه و همه اینا میتونه مانند سربازان در جبهه بالا به کمک سربازان در جبهه پایین بیاد و امنیت و شالوم و صلح رو به خوبی برای همه من برقرار بکنه. در مسخت کدوشین بحث جالبی رو شروع کردیم در مورد میسوت اسه شهزمن گراما. گفتیم میسوهایی که امر از جانب خداوند در تورات دستور داده شدیم که انجام بدیم، ولی شهزمن گراما بعضی هاشون یک زمان معینی داره، همیشه انجام نمیدیم. گفتیم این نوع، این دسته، این گروه میسوت ناشین پتروت، خانم ها پاتور هستن و مجازن و معافن و لازم به انجام دادن نیستن. مثال بردیم، گفتیم مانند تفیلین که تفیلین چون فقط در روزهای هفته است، فقط در روز شبات ها نیست، شب ها نیست، پس یک زمان معینی داره، خانم ها پاتور هم. اما مزوزا که هیچ زمان معینی نداره، یک میسوای 24 ساعت است، هفت روز هفته، درنچه خانم ها برشون واجبه. حالا گمارا میاد این موضوع رو یه مقدار میخواد ریشه‌یابی بکنه که دلیل اصلی چیه. اون میسواد از سه شهزمنگرامان نشین پیتروت منالان
از کجا ما این یاد میگیریم؟ و در حالا جواب میده گامر میتفیلین، ما از تفیلین، از میسوای تفیلین بقیه میسوای از سه شهزمن گراما را یاد میگیریم. میگیم چطور تفیلین زمان معینی داره و خانم ها پاتونم هر میسوای از سه ام که زمان معینی داره خانم ها پاتونم. اون موقع گمارا میگه خب اجازه بده خود تفیلین هم از کجا یاد میگیریم که پاتورن ما تفیلین ناشیم پتورات افکل میسواد از سه شازمن گراما ناشیم پتورات. او تفیلین از کجا یاد میگیریم؟ گامنلا می تلمود تارا، از میسوای تلمود تارا، یادگیری تارا. چرا که تو پاسو میگه وشینن تم لوانه خواب، اون رو به فرزندانتون، منظور لوانه خواب پسرانتون یاد بدید. و دیبرتا بام میاد پسران رو واجب یادگیری تورا میکنه. پس کسی که واجبیت یادگیری تورا رو داره همونطور هم واجبیت یاد دادن تورا رو داره. پس آقایون هستن که چون جزو بانین فرزندان پسران به حساب میاد به تورا واجبن، اما خانم ها از تلمود تورا یا دختران پاتورن. پس چطور تلمود تورا خانم ها پاتورن، تفیلین هم پاتورن. ولی اجازه بده تفیلین و تلمود تورا اینها با هم چه نسبتی دارن که شما از هم یاد میگیرید؟ میگه اگر نگاه بکنید ما تلمود تورا ناشیم پتورات اف تفیلین ناشیم پتورات، و ما این را از گفتیم قسمت تورا که هر روز در شما اسرائیل میخونیم یاد میگیریم، که اولین که پاسوق میگه وشینم تم لوانه خواب دیبر تا بام، و بعدش میگه چی؟ اکشرتم اتم لود علیات خواب دافت بینه نخواب. و بعد از میسوای تلمود تورا در مورد میسوای تفیلین صحبت میکنه، و ما این دوتا پاسوق رو، این دوتا بحث رو از هم یاد میگیریم. میگیم چطور اینها در کنار هم اومده، اومدن به هم همچنین یک درس یاد بدن. پس ناکش تفیلین مل مزوزا که مارا میگه، ولی اگه تو نگاه بکنی توی پاسوق همونطور هم میسوای مزوزا رو بعد از تفیلین نوشته. بیا میسوای تفیلین رو با مزوزا مقایسه کن، نه میسوای تفیلین رو با تلمود تورا. بگو چطور میسوای مزوزا همه واجبن، حتی خانم ها اون موقع یاد میگیری که میسوای تفیلین هم همه واجبن همچنین خانم ها. و نکش تفیلین مزوزا. اون موقع است که گمارا جواب میده، میگه تفیلین لتلمود تورا ایتکش به پاراشار شنیا بین پاراشار شنیا ریشونا بین پاراشار شنیا. ما دو بار در شمع اسرائیل، یعنی در دو قسمت تورا میبینیم که میسوای تلمود تورا را در کنار میسوای تفیلین میگذاره، هم قسمت اول شمع اسرائیل هم قسمت دوم شمع اسرائیل، پاراشا ریشونا و پاراشا شنیا. اما میسوای تفیلین رو که با میسوای مزوزا بخواد پشت سر هم بنویسه به پاراشا شنیا لوید کش، ما تو قسمت دوم شما اسرائیل نمیبینیم، فقط تو قسمت اول میبینیم. پس چون دو بار این موضوع تکرار شده، تلمود تورا و تفیلین در کنار هم، بهتر به ما این دلیل رو میده که از هم یاد بگیرن تا اینکه میسوای تفیلین و مزوزا که یک بار در کنار هم آورده شده. گفتو میگه خب پس اینجوریه بیا میسوای مزوزا هم رو از تلمود تورا یاد بگیر.
همونطور که میسوای تفیلین رو از تلمود تورا یاد میگیری و میگی پاتورن خانم ها، مزوزام رو بیا با تلمود تورا ربط بده، چون توی بحث گفته شدن. چون اگر نگاه بکنیم تو قسمت دوم میسوای مزوزا بعد از تلمود تورا نوشته شده، خوینم کنار همه، بیا بگو چطور تلمود تورا خانم ها پاتورن، مزوزام رو خانم ها رو پاتور کن. اون موقع است که گمارا میگه لو سالکا داتا لمن یربوی مخم. اگر تو نگاه بکنی موقع که در مورد میسوای مزوزا تو قسمت دوم شما اسرائیل صحبت میکنه، میگه اختبتم المزوزات به تخا ویش آرخا، و بعدش چه پاسخی رو میگه؟ لمن یربوی مخم، میسوای مزوزا رو ربط میده به طول عمر، برای اینکه ایام عمرتون رو زیاد بکنن. موقع میگه گوری بای حیه ناش لو بای خیه، فقط آقایونه که طول عمر میخوان که بگیم فقط آقایون مزوزا انجام بدن، ناشه خانوم ها لو بای خیه احتیاج به طول عمر ندارن که میخوای اونها رو از مزوزا پاتور بکنی، همچین میسوایی که همچین مزدی داره طول عمر. پس هم خانم ها به مزوزا واجب هستن و هم آقایون، چرا که میخوایم این مزد یربوی مخم طول عمر رو به همه کسب بکنن، و دو اینکه میسوای مزوزا رو ما به تفیلین مقایسه نمی کنیم، چون فقط یک بار در کنار هم اومدن، ولی تفیلین رو با تلمود تورا مقایسه می کنیم چون دو بار در کنار هم اومدن، و در نتیجه چون میسوای تلمود تورا خانم ها پاتور هستن، به همین دلیل میسوای تفیلین هم خانم ها پاتور هستن، و چون میسوای تفیلین یک میسوای اصه شهزمن گراما میسوای عملیه که زمان معینی داره، همینطورم هر میسوای اصه که زمان معینی داره خانم ها پاتور هم. که مارا میگه پس یعنی میخوای بگی سوکا، نشستن توی سوکا، اونم میسوای اصه شهزمن گراما یک زمان معینی داره، پس میخوای بگی اونم خانم ها پاتورن؟ یاره میسوای سوکا هم خانم ها پاتور هستن. میگه ولی اجازه بده، مگر نه این که تو پاسخ نوشته چی؟ که بسوکوت تشوو شیبد یمین، که در سوکا بنشینید هفت روز، و خود این که در هفت روز ما باید در سوکا بشینیم خانم ها هم رو واجب میکنه. میگه نگاه کن، یک دلیل دیگه هم ما داریم. این کسی که داره سوال میکنه میگه راستش بخوای توی گمارا یه دلیل دیگه ای میاره که چرا خانوما پاتور هستن، نه به خاطر اینکه میسفد از دشه از منگرام هست. اون دلیل چیه؟ میگه تاما دلیلش به خاطر این که توی تورا میاد یه حرف و اضافه مینویسه، دختیب رحمانا ها ازراح، که تمام ساکنین یا اهالی قوم واجب به نشستن توی سوکا هستن. کل ها ازراخ به اسرائیل یشوو و سوکوت. به حخامه میگن میتونست اینجا فقط بگه کل ازراخ، هر اهالی ساکنین عضوی از جامعه. چرا میگه ها ازراخ، یه ه اضافه میاره،
که بیاد به ما بگه، گمارا یاد میگیره که فقط آقایونه که برای میسوای سوکا واجب هستن، نه خانم ها. پس نگاه کن، میسوای سوکا به خاطر اینکه شهزمن گراما زمان ما یعنی داره نیست که پاتوره، به خاطر اینکه تو تورا اومده گفته ها ازرا، یه ه اضافه نوشته که تاکید بکنه فقط آنوم ها آقایون هستن. آمر ابایه، ابایه میگه هنوز صد البته دلیل اصلی که چرا میسوای سوکا خانوم ها پاتور هستن به خاطر شه از منگراما یه زمان معینی داره، به حد که دلیل اصلیشونه. پس چرا اگر من دیگه میدونم تورا بیاد به من بگه ها ازرا، تأکید بکنه که فقط آقایان استرد؟ ابایه میگه دلیل داره. چرا؟ سلکا در تاخمینا هویل دیختی بسوکو تشوو، امکان داشت تو بگی چون در مورد سوکا لفظ تشوو ساکن شدن در سوکا رو استفاده میکنه و ما همچین حلاخای داریم، تشوو کنتا دورو، یعنی همونطور که توی خونت زندگی میکنی همونطور هم باید توی سوکا زندگی بکنی، یعنی تمام این 7 روز سوکا میشه خونه تو، لحاب، دوشک، میز، صندلی، غذا، رفت آمد. چطور توی اتاقت، توی خونت میشینی، پا میشی، غذا میخوری، میخوابی، همینطور هم توی سوکا این 7 روز سوکا میشه خونه تو. تشوو کنتا دورو. البته ما از این کانسپت هلاخای دیگه هم یاد میگیریم، چطور اگر تو خونه خودتم اگر هوا سرد باشه، هوا گرم باشه بیش از حد، تحمل نمیاری، اتاق رو ترک میکنی، همینطورم اگر سوکا بیش از حد سرد بود یا بیش از حد گرم بود از سوکا پاتوری. تشوو کنتا دورو، همون رفتارو، همون طریقی که توی خونت زندگی میکنی رو توی سوکا برقرار کن. در نتیجه میگه راوان ابایه میگه امکان داشت تو طبق این اصل بگی چی؟ تشوو کنتا دورو، مدیرا ایش و ایشتو، چطور تو خونه زن و شوهر با هم زندگی میکنن، اف سوکام ایش و ایشتو، میسوای سوکام هر دو با هم واجبن، چه آقایون و چه خانم ها، چون گفته چی؟ تشوو کنتا دورو بسوکوت تشوو شیودمی. به همین دلیل تورا لازم دونست یک اشاره اضافه، تأکید اضافه روی میسوا بکنه، ها ازرا، که ما این برداشت رو نکنیم و هنوز طبق اصل میسواد اصل شهزمنگراما فقط خانوم ها به این میسوا پاتورن ولی آقایان به میسوای سوکا واجبن. البته این چون مثالی بود که ما از میسواد اصل آوردیم، بین سفارادی ها و اشکنازی ها بحثه آیا میسوایی که خانوم ها پاتور هستن هنوز میتونن انجام بدن؟ بر طبق ما سفارادی ها میتونن اما بدون براخا، اما اشکنازی ها تصفت ربانیم اشکنازی این چنین فکر میکنن، عقیده دارن که حتی میسوایی هم که خانومی پاتوره
اگر خواست انجام بده هنوز براخان میتونه بگه. به همین دلیل ما سفارادی ها سعی میشه که خانوم ها لیشه به سوکا براخانه میگن، حتی با اینکه توی سوکا میشینن. اتروگلولاب رو هم رو حتی اگر تکون میدن هنوز براخانه میگن، چرا که اتروگلولاب سوکا میسوه هاییه که خانوم ها باتونه. اما میسوه هایی که صد البته خانوم ها واجبن براخان گفته میشه. و با این که ما قبلا توضیح دادیم شب موعد پسح میسوه هایی که شهزمن گراما خوردن مسا میسوه های ام اثر و همچنین زمان معینی داره، و چطور خانوم ها موظفن به مسا خوردن شب صدر و حتی براخا گفتن توضیح دادید. هر میسوای اسه، میسوای امر که با یک میسوای لطعسه، با یک میسوای نهی دو قلو هستن، میگیم چطور به اون میسوای نهی واجبی به میسوای امرم اسه واجبی. و چون موعد پسم خوردن مسام یک میسوای موعده و نخوردن خامس میسوای دیگر موعده، پس این یک میسوای لطعس است که خانم ها در موعد واجبه که خامس نخورن، پس همچنین بر خانم ها واجب میشه که مسا هم بخورن. همینطور هم در مورد شبات، با اینکه میسوای شبات زخورت یوم شبات، میسوای قدوش شبات، این میسوای اساس که خداوند به ما دستور داده، اما هزمنگراما هفته یه بار میاد، وسط هفته نیست، پس بگیم خانم ها پاتورن. ولی چون در شبات ما همچنین میسوای لوتعسه داریم که لوتعسه و کل ملاخا که میسوای نهی داریم که نباید کاری رو در روز شبات انجام بدیم، چطور خانوم ها در اون قسمت لطعسه واجبند نگهداری شبات، شمارت یوم شبات، همینطور هم در زخور یوم شبات، در میسوای امر و اسه شهزمن گراماست در روز شبات هم هنوز واجبند. و حتی خانوم ها میتونن برای خودشون قدوش بگن، برخا بگن و میسوای قدوش رو انجام بدن. فقط لازم نیست که از آقایون بشنون، اگر خانمی یا دختر خانمی برای خودش تو دانشگاه، دورمتوری یا بابا دوستانش، هرچی جمعشون جمع دختران است و میخوان برای خودشون شب شبات، صبح شبات قدوش رو قشنگ میتونن بگن و همه رو شریک بکنن، چون این میسواییه که بر طبق تورا هم بر آقایونه و هم بر خانوم ها. و میسوای قدوش رو باید مطمئن بشن که حتما بشنون و تا هنوز نشنیدن یا انجام ندادن، چه شب شبات و یا صبح شبات، نمیتونن غذایی رو یا چیزی رو بخورن. پس اینجا گمارا نتیجه گرفت که بر طبق میسوت اسه شهزمن گراما، بله بعضی از میسوت اکسپشن هست، اما به طور کلی میسوایی که زمان معینی داره و میسوای امره، خانم ها پاتور هستن. و ما میدونیم که به طور مثال برکت آمازون، برکت آمازون به آخر تا به ساباتا و به رخت در تورا میگه، یه میسوای امره. آیا خانم ها هم به گفتن برکت آمازون واجبن بعد از اینکه نون خوردن؟ yes. چرا؟ چون به خاطر اینکه زمان معینی نداره، گفته به آخر تا موقعی که خوردی و به ساباتا سیر شدی و به رخت، شکر خدا رو، برکت خدا رو به جا بیار.
پس چون یک مسوای اساس امر و زمان معینی نداره، دیگه فرقی برای آقایون و خانم ها نداره. البته فکر کنم چند سال پیش یک قسمتی به نام برکت همازون لنشیم، یه برکت همازون خیلی مختصر و مفید از یه جای چاپ شده بود که خانم ها میتونن همین یه صفحه هم بخونن کافیه. ولی میدونم که هاروارد یوسف و دیگر ربانیم با این موضوع مخالف بودن که همونطور که آقایون به گفتن برکت همازون واجبن، همینطور هم خانم ها، چون یک مسوای اساس یک مسوای امر و بر طبق تورا زمانی نداره و اون زخوتیه که هر کدوم از ما داریم که به عزت هشم بتونیم این مسوات رو به خوبی انجام بدیم. هشم کمک کنه که بتونیم به اون درجه برسیم. باروخ هشم لعولم، آمین و آمین. ازاق باروخ.